وقت درباره فروهر و سنجابی سخنی نگفتید، چون بعضی افراد مثل شاپور بختیار و غیره سنجابی را به فرصت طلبی متهم می کنند. پاسخ: در مورد سنجابی هرچه گفتند را ضرب در ده بکنید. من با فروهر و سنجابی ملاقات داشته و بیشتر آنها را شخصا می شناسم. با شاپور بختیار تماسی نداشته و اطلاعات من راجع به او مربوط به سوابق او در پرونده هایش می باشد. سنجابی در دانشکده حقوق دانشگاه تهران استاد حقوق اداری بود. کلاس درس او و خودش بسیار خوش و بیروح بودند. حتی دانشجویانی که علایقی به جبهه ملی داشتند از سنجابی خوششان نمی آمد. سنجابی استاد بازنشسته دانشگاه شده بود. در سال 1349 نامه‌ای با نثری ملتمسانه و عاجزانه به شاه نوشت و برای تأمین کسری زندگی خود تقاضای کمک کرد. شاه دستور داد به تقاضای او پاسخ مثبت داده شود. ما با وزارت علوم و آموزش عالی تماس گرفتیم که او را به عنوان مشاور استخدام و مایی 5000 تومان حقوق بدهند، بدون اینکه واقعا مشاوره‌ای بدهد یا در وزارتخانه حاضر بشود. من تصور میکنم نسخه از این نامه را که در پروندهش در ساواک بود سپهبد مقدم در این ماهای آخر به دار و دسته نهضت آزادی یا مرتبطین خمینی داده بود، چون موقعی که او به پاریس رفته بود تا با خمینی ملاقات و موافقت او را برای پذیرش پیشنهاد شاه برای نخست وزیری جلب کند و با او قول و قراری بگذارد و امتیازی بگیرد، عوامل اطراف خمینی این نامه را به اون نشان داده و به او گفته بودند چنانچه هرچه خمینی دستور می‌دهد انجام ندهی این نامه را منتشر می‌کنیم و تو را رسوا خواهیم کرد، و در نتیجه او تسلیم شده و 100% در اختیار خمینی قرار گرفته و علناً مراتب بندگی و سرسپردگی خود را به خمینی اعلام کرده بود. در حالی که بازرگان وقتی که به پاریس رفته و بازگشته بود به اطرافیان خود گفته بود ما با این آقا نمیتوانیم همکاری کنیم،
او آدمی مستبد و خودرأی است. مهندس زیرکزاده وزیر راه کابینه مصدق و از دوستان او پس از انقلاب در کالیفرنیا گفته بود وقتی که بازرگان از دیدار خمینی برگشت گفت خمینی یک دیکتاتور است و آب ما با او به یک جوی نخواهد رفت و ما گفتیم حالا که به پیروزی نزدیک شده ایم شما ایجاد اختلاف نکنید. همه سعی کنیم او را هدایت کنیم و این اشتباهی بود که ما کردیم. سنجابی فرد فرصت طلبی بود و سعی داشت با خارجی ها تماس داشته باشد. حتی در جبهه ملی که او به اصطلاح رهبر آن بود جز علی اردلان که برادر همسرش بود طرفداری جدی نداشت. عبدالرحمن برومند که با همت والای اسدالله رشیدیان در بنای شهرک شاهینشهر اصفهان و فروش قسمتی از آن به قیمت باور نکردنی به ارتش صدها میلیون تومان به دست آورده بود حاضر نشده بود به سنجابی کمک کند که او مجبور نشود به شاه متوسل شود، در حالی که شاپور بختیار و داریوش فروهر را به عنوان مشاور حقوقی و عناوین دیگر در شاهینشهر استخدام و حقوقهای هنگفتی به آنها میداد. یکی از اقوام سنجابی که در زمان دانشجویی در خارج از کشور علیه رژیم فعالیت داشت موقعی که به ایران برگشته و به خدمت وظیفه رفته بود به علت سوابقی که داشت به درجه افسری نائل نشده بود. سنجابی به مقدم که در آن زمان رئیس اداره دو استاد بود و با سنجابی از سالها قبل آشنایی داشت مراجعه و از او تقاضای کمک کرده بود. مقدم او را به من حواله داده و گفته بود شما به سابال نزد ثابتی که شاگرد شما هم بوده بروید که او سابقه ای را که از ساواک به اداره دوم فرستاده شده پس بگیرد یا اصلاح کند تا ما بتوانیم مسئله را حل کنیم. سنجابی نزد من آمد و این درخواست را کرد. گفتم متاسفانه ما نمیتوانیم چنین کاری را انجام دهیم. تیمسار مقدم میتواند با ترتیب دادن مصاحبه با قوم خویش شما مشکل را حل کند. ما در اظهار نظرهای سیاسی برخلاف آنچه در مورد دستگاه‌های غیر نظامی عمل می‌کنیم و پاسخ مثبت یا منفی می‌دهیم در مورد ارتش فقط سابقه به ضد اطلاعات ارتش می‌فرستیم و اتخاذ تصمیم با خود آنها است. نتیجتاً او در کتابش از من انتقاد کرده است. پرسش: داریوش فروهرچه؟ پاسخ: فروهر تا سال 1357 از لحاظ سیاسی فردی صادق به آرمانهای خود بود، ولی در جریان انقلاب او هم مانند بسیاری دیگر دچار اشتباه شد و بیش از حد خود را به خمینی و پسرش احمد نزدیک کرد تا اینکه به وسیله رقبا از صحنه خارج شد. او به اتفاق محسن پزشکپور، عاملی تهرانی و عده دیگر در سالهای 1326 حزب پان ایرانیست را بنیان نهاده بودند و این حزب که در سالهای قبل از روی کار آمدن مصدق با حزب توده مبارزه می کرد و با رکن دو ستاد ارتش در ارتباط بود در اواخر دوره مصدق دچار انشعاب شد و فروهر به اتفاق عده از همفکرانش از محسن پزشکپور و محمد رضا عاملی تهرانی جدا شده و حزب ملت ایران بر بنیاد پان ایرانیست را ایجاد کردند و حزب آنها به اتفاق سه حزب سیاسی دیگر، حزب ایران، نیروی سوم از خلیل ملکی و حزب مردم ایران به رهبری حسین رازی و محمد نقشب، چهار حزب بدنه اصلی جبهه ملی بودند. فروهر در حکومت مصدق پست بالای دولتی به دست نیاورده بود. بعد از 28 مرداد مدت بسیار کوتاهی بازداشت شد، ولی با کمک ایران خانوم همسر اول تیمور بختیار که با خانواده فروهر آشنا بود آزاد شد و به دلیل همین آشنایی با همسر بختیار همانطوری که قبلا گفته بودم
توانسته بود بنا به ادعای خودش به گوش مصطفی امجدی رئیس رکن 2 فرمانداری نظامی سیلی بزند و فقط مدتی در توالت زندانی شود. حزب ملت ایران با معدودی از افراد حزبی به فعالیت نیمه علنی خود ادامه می‌داد و مشکلی از طرف ساواک برای او فراهم نمی‌شد. البته در 1340 در دوره حکومت علی امینی او هم به همراه عده‌ای دیگر از اعضای جبهه ملی مدتی بازداشت شد. در جریان استقلال بحرین هم بیانیه مفصلی علیه این تصمیم صادر کرد که مجدداً بازداشت شد. جابری انصاری مدیرعامل شرکت مخابرات و وزیر سابق آبادانی و مسکن و از دوستان هویدا پسر عمه فروهر بود. هویدا از من خواست که به آزادی فروهر کمک کنم و من گزارشی تهیه و مقدمات آزادی او را فراهم و خودم او را از زندان قزلقلعه به منزلش بردم و از آنجا ارتباط من با او ادامه یافت و گاه و بیگاه با من تماس می گرفت. در یک مورد به یاد دارم درباره اجازه خروج از کشور دکتر بهروز برومند از اعضای حزبش با من تماس گرفت که خواسته او انجام شد. تماس دیگر او مربوط به درگیری وی با یک اکیپ گشت کمیته مشترک ضد خرابکاری بود. همانطوری که می دانید فروهر سبیل بلند و تابداده مخصوصی داشت و حاضر به اصلاح آن نبود. در کمیته مشترک ضد خرابکاری تیم‌های تشکیل شده بود که مرکب از 3 نفر مأمور پلیس و 1 نفر مأمور ساواک بود و در شهر گشت می‌زدند. یک بار یکی از این تیم‌ها در سر 4 راه با اتومبیل دیگری که فروهر و عبدالرحمن برومند در آن بودند کنار هم قرار می‌گیرند. مأمورین پلیس که فروهر را نمی‌شناختند ظاهراً متلکی به او میگویند و او به شدت با آنها برخورد و پاسخهای تندی میدهد که مأمورین در صدد برمیآیند او را دستگیر کنند. فروهر به آنها میگوید شما وابسته به کجا هستید؟ من الان به ثابتی تلفن میزنم و تکلیف شما را روشن میکنم. مأمورین هم بلافاصله او را رها کرده و دور میشوند. فروهر به من تلفن کرد و داستان را گفت. از او پرسیدم شماره اتومبیل را یادداشت کرده اید؟ گفت نه. گفتم بسیار خوب، میگویم آنها را شناسایی و تنبیه کنند، که البته توبیخ شدند. پرسش: می توان این تصور را داشت که دارای یک نوع وابستگی بوده؟ پاسخ: نمیدانم منظور از وابستگی چیست. فروهر هم مانند سایر رهبران جبهه ملی و نهضت آزادی سعی داشت که با آمریکایی ها تماس داشته باشد. در جریان بازداشت او به علت اعلامیه استقلال بحرین او در زندان قزلقلعه با اسماعیل رائین که به علت انتشار کتاب فراماسونری بازداشت شده بود بسیار دوست و نزدیک شده و از رائین که مأمور ما بود خواسته بود که اگر میتواند او را با آمریکایی ها مرتبط کند. استخدام فروهر در شرکت شاهنشهر اصفهان که اسدالله رشیدیان جاسوس شناخته شده انگلیس پایه‌گذار آن بود به وسیله برومند شریک رشیدیان صورت گرفته بود. نمیتوان گفت که او به وسیله رشیدیان یا برومند به انگلیسی ها مربوط بوده است. پرسش: البته درباره رشیدیان ها حرف نزدیم. پاسخ: راجع به رشیدیان آنقدر مطلب نوشته و مدرک و سند منتشر شده است که فکر نمی کنم شما احتیاجی به اطلاعات من داشته باشید. فقط این را می گویم که من با رشیدیان نه به خاطر اینکه پدرش درشکچی سفارت انگلیس و خودش هم عامل آنها بوده، بلکه به خاطر آلودگی وی به فساد از جمله همان پروژه شاهینشهر اصفهان با شرکت برادران برومند عبدالرحمن، عبدالقفار و عبدالله و همچنین سوء استفاده های او در بانک تعاونی و توزیع سخت مبارزه می کردم و در چند مورد هم توانستم از سوء استفاده های او جلوگیری کنم و در مواردی مهمتر توفیقی نداشتم. رشیدیان کاملا می دانست که من اقدامات او را زیر نظر دارم و او هم هر جا می توانست علیه من حرف می زد و عمل می کرد.
مخصوصا پس از اینکه سپهبد ناصر مقدم از عناصر نزدیک به رشیدیان به ریاست ساواک رسید، رشیدیان خیلی سعی کرد مقدم را علیه من تحریک کند و به مقدم گفته بود قبل از اینکه ثابتی بتواند زیراب تو را بزند باید از شر وی خلاص شوی. پرسش: یعنی از جبهه ملی دیگر زندانی نداشتی؟ پاسخ: از 1342 تا 43 به بعد هیچ کسی از جبهه ملی زندانی نشد، فقط فروهر که به علت صدور اعلامیه علیه استقلال بهره زندانی بود. پرسش: گرچه می دانستید دشمن شما هستند و بعدها شدند عامل انقلاب، اما همواره شما می گویید که مهم نبودند، اما شاید می توانستید که کنترل کنید. پاسخ: بله، مخالف بودند ولی اثری نداشتند و یا قدرتی نبودند. موقعی که فکر کردند پشتیبان آنها آمریکاست، البته آمریکا هم پشتیبانشان بود آن موقع، چه کارشان می توانستیم بکنیم؟ شاه می خواست با آمریکا تعامل بکند. پرسش: خب چرا با بازرگان و امثال او برخورد جدی نداشتید؟ مگر شک نداشتید به هر حال سالها قبل از زندان هم به عقب ماندگی جمود و التقاط فکری آنها پی برده بودید؟ پاسخ: چه شکی؟ معلوم بود که ضد شاه و رژیم است. در این اواخر هم رسماً اعلامیه ضد شاه داده بود و برای همین با اعلام حکومت نظامی دستگیر شد، ولی سپهبد مقدم او را آزاد کرد. پرسش: یکی از همین روزنامه نگارهای چپ میگوید که ثابتی معمار سیاسی دهه های 40 و 50 ایران معاصر است. پاسخ: تکلیف من با چپی ها روشن است. پرسش: نه، مدعی است که معمار سیاسی دهه های 40 و 50 تاریخ معاصر ایران، لابد زخم خورده است و چون چپ ها به قدرت نرسیدند همه چیز را زیر سر شما می دانند. پاسخ: من متاسفانه نمی توانم افتخار تاریخ دهه های 40 و نیمه اول 50 در تاریخ معاصر ایران را که دوران شکوفایی کشور، پیشرفت و ترقی، رفاه عمومی، امنیت و ارتقای حیثیت جهانی و سیاست موفق ایران بوده است برای خودم ادعا کنم، چون من نقش عمده‌ای نداشته و سهم من بسیار کوچک بوده است. شاه معمار پیشرفت‌های این دوره بوده و همه جنبه‌های خوب و بد آن دوره که در مجموع مثبت بوده است را باید به او نسبت داد. نمیدانم منظور آنها از معمار تاریخ معاصر ایران چیست. من نه معمار بودم نه بنا. آنچه من در موقعیت شغلیم انجام دادم اجرای قوانینی بوده است که از سالها پیش بر کشور حاکم بوده است. قانون علیه ایجاد دسته با مرام و رویه اشتراکی مصوبه سال 1310 شمسی علیه گروه های کمونیستی تدوین شده بود که عامل اجرای سیاست شوروی و بعدها چین و غیره بودند. قوانین مربوط به عاملین علیه نظام شاهنشاهی و برهم زدن استقلال و امنیت و تمامیت ارضی کشور نیز دهه‌ها قبل تصویب و در حال اجرا بودند. من و کسان دیگر در ساواک، شربانی، ارتش این قوانین را اجرا می کردیم. معماری و بنایی در کار نبوده است. پرسش: یعنی حزب توده را تحت کنترل داشتید، چریک ها و مجاهدین را که نابود کرده بودید، مذهبی ها را که آزاد گذاشتید و جبهه ملی و نهضت آزادی را که رها کردید و خب به حساب حضرات شما معمار بودید، آن هم a great architect. پاسخ: درباره این که فعالیت حزب توده که از اروپای شرقی و شوروی هدایت می شد به مدت 10 سال به طور کامل در اختیار ما بود که به اندازه کافی صحبت کرده ایم و خود سران حزب توده هم آن را قبول دارند. پس از برکناری رادمنش از دبیر کلی حزب و دبیر کلی کیانوری در دهه 50، آنها تلاش بسیار ناموفقی برای ایجاد سازمان در داخل کشور کردند که رحمان حاتفی و چند نفر دیگر در آن شرکت داشتند که نیروی نبودند. درباره چریک ها و مجاهدین نیز خودشان اعتراف کردند که در سالهای 1355
ضربات کوبنده‌ای را تحمل کرده و تیم‌های مسلح آنها به کلی از بین رفته و فقط تعدادی در زندان و چند نفری در خارج داشتند و عمر چریک کمتر از 6 ماه بوده است. جبهه ملی و نهضت آزادی هم دیگر فعالیت مؤثری نداشته و خطری محسوب نمی شدند. در مورد مذهبی ها که می گویند آنها را آزاد گذاشته ایم، این حرف بیپایه و اساس است. ما البته به مذهبی های غیر سیاسی کاری نداشتیم، ولی در مورد افراطیون مذهبی بعد از اینکه در سال 1343 خمینی به خارج از کشور تبعید شد، ما فعالیت های طرفداران او را دائما تحت کنترل داشتیم. هر آخوند طرفدار او در منبر مطلب تحریک‌آمیزی می گفت، ابتدا او را احضار و تذکر می دادیم. اگر ادامه می داد وی را زندانی و یا تبعید می کردیم. چطور نمی بینند این همه کسانی که اکنون سردمدار رژیم شدند دائما زندانی بودند در زمان شاه را برای خود افتخار می دانند و به آن اشاره می کنند. اگر مذهبی ها را آزاد گذاشته بودیم که هر کاری می خواهند بکنند، چطور هاشمی رفسنجانی، منتظری، طالقانی، کروبی، خامنه‌ای، اسگرولادی و مهدی عراقی زندانی بودند که برخی از آنها در ماه‌های آخر قبل از انقلاب از زندان آزاد شدند؟ چطور 60 نفر آخوند حتاک و آشوب طلب تا همین اواخر تبعید بودند؟ این چه نوع آزاد گذاردن بوده است؟ مسئله این بود که شاه اواخر سال 1355 سیاست امنیتی کشور را تحت فشار خارجی تغییر داد و مخالفین که تا آن زمان تحت کنترل بودند فکر کردند دست شاه زیر ساطور است و امیدوار شدند با کمک آمریکا و انگلیس می توانند شاه را از قدرت به زیر بکشند و شاه هم با عقب نشینی مستمر این امکان را به آنها داد. بیشترین تجهیز و به هم پیوستگی گروه‌های مذهبی در سال 1356 پس از مرگ مصطفی خمینی در عراق در جریان برگزاری مجالس ختم و ترحیم او حاصل شد که ما ابتدا از آن جلوگیری کردیم، ولی شاه گفت اجتماعات باید آزاد باشد و از برگزاری ختم ممانعت نکنید. من چندین گزارش برای شاه فرستادم که ختم پسر خمینی یک ختم معمولی نیست. آخوندی که در این مجالس به منبر می رود به صحرای کربلا می زند و اعلیحضرت را صریحاً و تلویحاً با معاویه و یزید و ما را با شمر برابر و مردم را تحریک می کند و تدریجاً مردم تهیج و بسیج و به خیابان ها می ریزند. شاه می گفت جلو ختم را نگیرید، اگر در خارج از مسجد و خیابان ها را افتادن آن وقت جلوگیری کنید. این اجتماعات و تحریم ها که به مدت 40 روز در سراسر کشور برقرار شد، زمینه های بسیج و تشنج و اغتشاش را فراهم کرد و وقتی که شاه احساس خطر کرد و دستور داد آن مقاله معروف علیه خمینی منتشر شود، دیگر به سادگی امکان پذیر نبود که کنترل سابق برقرار شود و باید شدت عمل بیشتری نشان داده می شد که شاه آن اراده را دیگر نداشت، وگرنه تا حتی 6 ماه قبل از انقلاب امکان تسلط به اوضاع وجود داشت. در این باره و اینکه چگونه مخالفان موفق شدند مفصلا صحبت خواهیم کرد. پرسش: در یکی از این موارد نوشتند که ثابتی با کنترل احزاب سیاسی میخواست در دانشگاه و قشر روشنفکر نفوذ فکری ایجاد کند و یک جریان سیاسی را تحت تأثیر قرار دهد که جامعه رشد پیدا کند. و در یک کتاب تاریخی دیگر هم این جمله به همان محتوا تکرار شده. واقعا شناخت شما از فضای روشنفکری ایران چی بود؟ باور داشتید مثلا به کانون نویسندگان؟ البته با یکی از مقام‌های ساواک حرف می‌زدم و می‌گفت خودم روشنفکر، یک مش پامنقلی خانم‌باز و متوهم عوام‌فریب. پاسخ: از این سخن حضرات که شما نقل کردید که می‌خواستیم با کنترل احزاب سیاسی در دانشگاه و قشر روشنفکر نفوذ فکری کنیم سر در نیاوردم. چه نفوذ خاصی می توانستیم یا می خواستیم ایجاد و رشد بدهیم؟ وظیفه ما
اختصاصاً مبارزه با فعالیت‌های ضد رژیم بود، نه ایجاد جریان‌های سیاسی دیگر. ایجاد فضای سیاسی سالم از وظایف دستگاه‌های آموزشی، فرهنگی، ارتباط جمعی، رادیو، تلویزیون و احزاب سیاسی موافق رژیم بود که آنها متأسفانه تلاش موثری در این زمینه‌ها نمی‌کردند. فضای روشنفکری ایران در زمان‌های مختلف متفاوت بود. زمانی فضای روشنفکری عمدتاً در اختیار نیروهای چپ و کمونیست‌ها بود. بعد از افشای فجایع رژیم استالین در شوروی، روشنفکران چپ نفوذ و اعتبار خود را در بین جوانان از دست دادند. سپس با اوجگیری تب جنگ چریکی و پارتیزانی در ویتنام، آمریکای لاتین و فلسطین، افکار افراطی پارتیزانی توجه بخشی از روشنفکران را در جهان و ایران جلب کرد، ولی در هیچ زمان اینطور نبود که فرض شود هر کس چپگرا نیست روشنفکر نیست. بسیاری از روشنفکران در بین اساتید دانشگاه‌ها و سازمان‌های دولتی و ملی واقع‌گرا شده و از ایدئولوژی‌های افراطی دست برداشته و با رژیم همکاری می‌کردند. بسیاری از روشنفکران با خود من در ارتباط بودند. درباره نویسندگان که اشاره می‌کنین باید بگویم که حتی نویسندگان مخالف چپ در ایران از آزادی به نسبه قابل توجهی برخوردار بودند. افرادی مثل احمد شاملو، جلال آل احمد که سابقه کمونیستی داشته و هنوز مخالف رژیم بودند، هیچگاه احضار یا بازداشت نشدند. اگر ندرتاً نویسندهی بازداشت می‌شد، در ارتباط با گروه‌های چریکی یا کمونیستی بود، نه به دلیل نویسندگی. علی اصغر حاج سید جوادی این همه اراجیف علیه رژیم می نوشت، یک ساعت هم بازداشت نشد. احمد شاملو هم که مورد توجه و حمایت شهبانو بود. جلال آل احمد که سابقه توده‌ای داشت و بعد طرفدار خمینی و آخوند شده بود، این همه علیه رژیم و اوضاع روز مطلب می نوشت و شایعات بی اساس درباره غرق شدن سند بهرنگی و موارد دیگر پخش می کرد. هیچ وقت بازداشت نشد. من یک بار خواستم با جلال آل احمد گفتگویی داشته باشم و ببینم حرف حساب او چیست. نمیخواستم او را به ساواک دعوت کنم که سوژه جدیدی برای عوام فریبی به دست آورد. ترتیبی دادم که در دفتر مجله تلاش که با حمایت هویدا نخست وزیر و سردبیری داوود رمزی منتشر میشد، جلسه با شرکت جلال آل احمد، من و رمزی تشکیل شود. خیلی صمیمانه نشستیم و حرف زدیم و من انتقاداتم را از کارهای او بیان کردم و گفتم چرا بی جهت منفی بافی کرده و با اظهار نظرهای بی پایه و اساس جوانان را منحرف میکنید. او هم دفاعیاتی از خود کرد و گفت من تنها از دستگاه شما و حکومت انتقاد نمی کنم. من مسائل جامعه را مطرح میکنم. در بعضی موارد مردم بیش از شما مستحق انتقادم. من در شمیران زندگی می کنم. در روزهای برفی عازم شهر می شوم. می بینم در ایستگاه های اتوبوس عده زیادی صف کشیدن و افرادی تنها با اتومبیل شخصی از برابر آنها می گذرن و حاضر نیستند چند نفر از آنها را سوار کنند و با خود به شهر ببرند. من همیشه 3-4 نفر را با خود به شهر می آورم و گاهی حتی آنها را به نقطه‌ای که مقصد من نیست می رسانم. گفتم شما کار خوب و پسندیده می کنید. در ضمن می خواهید کسانی را سوار کنید و با آنها درباره مسائل و مشکلاتشان صحبت کنید و سوژه برای نوشتن پیدا کنید. گفت شما همه چیز را با چشم بد و سوء ظن می نگرید. بعد به او گفتم من با نخست وزیر صحبت کردم که ترتیبی داده شود وزارت خارجه شما را به عنوان رایزن فرهنگی ایران به هندوستان بفرستند و در آنجا که آزادی برقرار است بدبختی و فلاکت اکثریت مردم را ببینید تا قدر عافیت را دانسته و اینقدر همه چیز را در کشور ما سیاه نبینید، که البته او این پیشنهاد را نپذیرفت. نویسنده دیگر غلام حسین ساعدی گوهر مراد بود که فردی آنارشیست و بیبندوبار و پرنسیب بود. نوشته‌های او پر از
تنقید از اوضاع و در جهت بدبین کردن مردم و جوانان نسبت به رژیم بود. سرتیپ ساعدی پسر عموی او در ساواک مدیر کل فنی بود. گاهی با سرتیپ ساعدی که به وی نزدیک بود صحبت می کردیم تا او را هدایت کند تا از تحریکات دست بردارد. سرتیپ ساعدی با او صحبت و اطمینان می داد که او حسن نیت دارد و سعی خواهد کرد بیشتر مواظب نوشته های خود باشد. تا اینکه در سال 1349 خبری در روزنامه لوموند فرانسه منتشر شد که غلام حسین ساعدی نویسنده معروف ایرانی به وسیله ساواک در تهران احضار و مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. ما بلافاصله تلفن‌های او را تحت کنترل قرار دادیم و فهمیدیم که خود او منشأ این خبر بوده و آن را به وسیله نسرین فقی خواهرزاده احسان نراقی به روزنامه لومون داده است. در مذاکرات تلفنی بین او و نسرین فقی و دیگران برای ما یقین حاصل شد که مبتکر این کار خود او بوده است نه فرد دیگری. چند هفته کنترل تلفنی او ادامه یافت و در مطب روانشناسی و روانکاوی او میکروفون گذاری شد و معلوم گردید که او فرد فاسدی است و سعی میکند که با خانومهایی که برای مشاوره و معالجه مسائل روانی به او مراجعه میکنند و غالبا همسر داشته و با همسران خود مسئله دارند روابط جنسی برقرار و در محل کار خود با آنها همبستر می شود. از جمله این خانوم ها که وی روابط نامشروع پیدا کرده بود خانوم شین الف همسر دوست بسیار صمیمی و نزدیک و همکار خود او بود که در دفتر کار با او همبستر می شد. چون ادامه کنترل تلفن و میکروفون گذاری دیگر ضرورتی نداشت به سرتیپ ساعدی گفتم میخواهم با پسر عموی شما ملاقاتی داشته باشم. پرسید کار تازه‌ای کرده است؟ گفتم نه، درباره مسائل گذشته میخواهم با او صحبت کنم. غلام حسین ساعدی به ساختمان ما در ساواک که در آن زمان در خیابان قدیم شمیران جنب وزارت بهداری قرار داشت آمد. با او احوال پرسی کردم و سپس پرسیدم شما در تمام مدت عمرتان هرگز بازداشت شده اید؟ گفت نه. پرسیدم آیا غیر از امروز هرگز به یکی از دفاتر مربوط به ساواک احضار و غیر از تیمسار ساعدی پسر عموی شما مقام دیگری از ساواک با شما مستقیم و یا غیر مستقیم صحبتی کرده است؟ گفت نه. گفتم پس این خبر که روزنامه لومون نوشته است که گویا ساواک شما را احضار و مورد ضرب و شتم قرار داده است از کجا سرچشمه می گیرد؟ گفت من اصلا خبر ندارم و نشنیدم که لوموند چنین مطلبی را نوشته باشد. گفتم شما در نوشته های خود سعی می کنید معلم اخلاق و درستی باشید ولی فردی دروغگو و شارلاتان هستید. قسمتی از نوارهای او را برایش پخش کردم و گفتم شما به نزدیکترین دوست خود خیانت کرده و با همسرش هم خوابه می شوید و به وسیله نسرین فقی و دیگران نشر اکاذیب می کنید که خود را مظلوم جلوه دهید، ولی انقدر شعور ندارید که بدانید این مسائل می تواند روشن شود و شما را بی آبرو کند، چون ما هم مثل شما روزنامه لوموند را نشریه معتبری می دانیم که هیچگاه خبر دروغ چاپ نمی کند. خواستیم شما را احضار و بفرستیم زندان تا مردم خدای ناکرده فکر نکنند خبر لوموند هم ممکن است دروغ باشد. رنگ از چهره ساعدی پرید و قادر به تکلم نبود که مرا نگران کرد و ترسیدم که مبادا دچار سکته شود. برای او دستور آشامیدنی دادم و با حرفای دوستانه تر او را آرام کردم و پس از آرامش نسبی گفتم شما که این اندازه کم ظرفیت و ترسو و در این حال مظهر فساد و تباهی هستید چرا سعی دارید از خود قهرمان بسازید و خود را معلم عدالت و اخلاق معرفی کنید؟ چون ما نمیخواهیم با افشای چنین مطالبی خانواده ها را به هم بریزیم. این مدارک در اینجا محفوظ خواهد ماند و بروید و عقل و انصاف داشته باشید و باعث گمراهی جوانان نشوید.
او که باور نمی کرد این مقدمات باعث بازداشت او نشود، رفت و سالها با احتیاط عمل می کرد تا این که چند سال بعد در جریان کشف شبکه تروریستی یکی از اعضا اعترافاتی در ارتباط با او کرده بود که برای مدت کوتاهی بازداشت و با واسطگی پسر عمویش سرتیپ ساعدی آزاد شد. هویدا در سمت نخست وزیری که خود یکی از روشنفکران بود با نویسندگان و روزنامه نگاران روابط بسیار حسنه‌ای داشت و با آنها ملاقات و گفتگو می کرد و برای نویسندگان مطبوعاتی امکاناتی جهت تهیه مسکن فراهم آورده بود که بسیاری از آنان استفاده کردند. در اواخر اسفند ما سال 1352 دکتر هوشنگ نهاوندی رئیس دانشگاه تهران طرحی تهیه و در اختیار شهبانو گذاشته بود که به موجب آن میبایستی کمیسیونی برای بررسی راه‌های مقابله با تبلیغات ضد رژیم و ایجاد فضای آزادی بیشتر تشکیل شود و شاه با این پیشنهاد موافقت کرده بود. در این کمیسیون نصرت الله معینیان رئیس دفتر مخصوص شاهنشاهی، مهداد پهلوی وزیر فرهنگ و هوشنگ نهاوندی، دکتر حسین نصر رئیس دانشگاه صنعتی آریامد، رضا قطبی مدیرعامل رادیو و تلویزیون ملی ایران و من عضویت داشتم. کمیسیون در فروردین 1353 شروع به کار کرد و هر دو هفته یک بار در دفتر مخصوص تشکیل جلسه می داد. در این جلسات معینیان و پهلوی همیشه ساکت بودند. نهاوندی، نصر و قطبی که با شهبانو نزدیک بودند نظرات مشابهی داشتند که گاه با من درگیر می شدند. من می گفتم ما هیچ گونه مخالفتی با دادن آزادی بیشتر نداریم اگر فضا باز باشد و مخالفین حرفهای خود را آزادانه و با مسالمت مطرح کرده و دست به اقدامات ضد امنیتی نزنند، ما بسیار خوشنود خواهیم شد و این همه اتهامات بیمورد به ما وارد نخواهد شد. ما معتقدیم باید باز کردن بیشتر فضا با مطالعه و بررسی دقیق تری صورت گیرد و اول برای طرفداران رژیم این آزادی فراهم شود که بتوانند حرفهای خود را بدون هیچ گونه محدودیتی بزنند و مورد مؤاخذه قرار نگیرند. اکنون ما می‌بینیم حتی انتقادات بعضی از طرفداران رژیم و اعضای احزاب موافق رژیم تحمل نمی‌شود. ما باید اول به طرفداران رژیم آزادی بدهیم تا به طرح مسائل و مشکلات پرداخته و این مشکلات برطرف و مخالفین خلع‌سلاح بشوند و موقعی آزادی به آنها داده شود که جامعه به طور نسبی مسئولیت لازم را به دست آورده باشد. در حاشیه این کمیسیون گاهی با نهاوندی جداگانه نیز صحبت می کردیم. روزی پس از خاتمه کمیسیون او راننده خود را مرخص کرد و چون مسیر خانه من و او یکی بود خواست او را به منزلش برسانم. در بین راه به او گفتم نمیدانم این آزادی خواهی شما از نوع آزادی خواهی فراماسون هاست که شما از آن هستید. فراماسون ها که خود را آزادی خواه می دانند موقعی که اسماعیل راین کتابی علیه آنها نوشت چرا نرفتن کتابی در رد اتهامات بی اساس او نوشته و یا وی را در دادگستری تعقیب و در محاکمات علنی او را محکوم و مردم را نسبت به واقعیت هدف‌های فراماسونری آشنا کنند. در عوض به شاه و ساواک متوسل شدید که او را دستگیر و زندانی و کتاب‌ها جمع‌آوری شود. اگر آزادی به معنی واقعی باشد و همه بتوانند آزادانه انتقادات خود را بیان کنند، دوست نزدیک شما آقای علم وزیر دربار که افسد الفاسدین است و اتفاقا به دلیل چاپ همین کتاب علیه فراماسون ها بوده نمیتواند یک روز هم در مسند خود بنشیند. اول باید عناصر فاسد و بدنام که برای خود مسئولیت از هر گونه انتقادی قائلند از کار برکنار شوند، بعد به مخالفین آزادی داده شود که هر چه میخواهند بنویسند و مسئولین جوابگوی
انتقادات باشند. نهاوندی گفت: اولا به عضویت در تشکیلات فراماسونری افتخار میکنم. با علم هم به این جهت نزدیکم، چون میتواند مشکلات مرا در دانشگاه به سرعت حل کند. من اگر با مسئله در دانشگاه مواجه شوم، نمیتوانم به وزیر علوم تلفن بزنم و او با نخست وزیر صحبت کند و موفق به اخذ جوابی بشوم یا نشوم. تلفن را بر میدارم، با علم صحبت میکنم. او در همان حالی که مرا در ارتباط تلفنی دارد با اعلی حضرت تماس و عکس دستور می کند و به من جواب می دهد و افزود: چطور شما با هویدا این گونه ارتباط ها را دارید؟ گفتم: هویدا فرد فاسدی نیست، ولی علم فاسد و بدنام است. نمی دانم موینیان به چه صورت جریان مذاکرات این کمیسیون را به عرض شاه می رسانید، ولی اعضای مرتبط به شهبانو به او گزارش داده بودند که من در کمیسیون مانع از دادن آزادی های بیشتر هستم. شهبانو مرا احضار کرد و گفت: شنیدم شما در جلسات کمیسیون میگویید اول به طرفداران رژیم آزادی بدهید بعد به مخالفین. کدام طرفدار رژیم آزادی ندارد؟ گفتم: خود من آزادی بیان ندارم. پرسید: چطور؟ گفتم: تاکنون چندین بار برای بیان مطالبی از طرف اعلیحضرت مورد بازخواست قرار گرفتم و افزودم: من اطلاع دارم که شهبانو در دوره دبیرستان عضو حزب پانیرانیست بوده و آقای محسن پزشکپور رهبر و سرور شما بوده است. شهبانو تایید کرد: او اکنون نماینده مجلس و طرفدار رژیم است. حدود یک ماه پیش در یک صبح خیلی زود آقای هویدا نخست وزیر به من تلفن کرد و گفت: آقای پرویز خان، تو که این پزشکپور را برای نمایندگی با نیم من چربی به ما اماله کردی، حالا بیا برو جواب ارباب را بده. گفتم: ارباب چه فرمودن؟ گفت: فرمودن از او سلب مسئولیت شود. گفتم: چرا؟ گفت: از وزیر کشاورزی سوال کرده است که صورت اسامی کسانی را که از بانک توسعه کشاورزی وام گرفتند را به مجلس ارائه کند. گفتم: مگر او صورت حساب‌های دربار و ساواک و ارتش را خواسته است؟ وکیل مجلس حق ندارد چنین سوالی از وزیر کشاورزی بکند. گفت: این سوال را از من نکن، جواب ارباب را بده. گفتم: از کی قرار شده است من در مقابل ارباب جوابگو باشم؟ اگر سلب مسئولیت از یک وکیل مجلس برای چنین سوالی حیثیت مجلس و سیستم را زیر سوال نمیبرد، سلب مسئولیت کنید. و پس از بحث و گفتگوی بیشتر، نخست وزیر از من خواست که پزشکپور را بخواهم و به او متذکر شوم دیگر از این کارها نکند، و من هم او را خواستم و گفتم که بهتر است مدتی خفقان بگیرید. بعد به شاهبانو گفتم: چرا از طرف شما به وزارت اطلاعات دستور داده می شود در روزنامه ها از نیکپی شهردار تهران انتقاد نکنند؟ چون او دارد کارهای مثبت و مفیدی انجام می دهد. اگر او کار مثبت انجام می دهد، چطور نمی تواند جواب انتقادات را بدهد؟ شاهبانو گفت: من چنین دستوری ندادم. گفتم: تصور نمی کنم اعضای دفتر شما بدون کسب اجازه به نام شما چنین توصیه‌ای را به وزارت اطلاعات بکنند. این مطلب را کیانپور وزیر اطلاعات به من گفته است. از او بپرسید چه کسی از دفتر شما بدون کسب اجازه شما چنین تماسی را گرفته است. به شهبانو گفتم: اگر ما کمی تعامل خود را بیشتر نکنیم و بدون معصوم سازی نسبی جامعه یک باره همه کنترل ها را برداریم، بسیار خطرناک خواهد بود. ما مشکل اساسی نداریم، مشکل ما عده‌ای از افراد هستند که باید جابجا شوند و بعد هم یک سیستم تبلیغاتی صحیح داشته باشیم که مردم را از پیشرفت های کشور بیشتر آشنا کند. در جلسات کمیسیون بحث دربار، چگونگی مقابله با تبلیغات مخالفین داخلی و خارجی و امکان دادن آزادی بیشتر ادامه داشت و از جمله قرار شد ترتیبی داده شود که کتب و مقالاتی علیه کمونیسم و افکار و نظریات افراطی و انحرافی انتشار یابد که دانشگاه تهران چند کتاب از جمله ترجمه کتاب رنرون متفکر بزرگ فرانسوی را که در رد عقاید کمونیستی و افراطی بود منتشر ساخت و به درخواست من عنایت رضا که سالها در شوروی زیسته بود
دو کتاب علیه کمونیسم نوشت و انتشار داد. با وجود این اختلاف نظرها، بحث راجع به یافتن راه‌های جهت دادن آزادی‌های بیشتر در کمیسیون ادامه یافت. از جمله مطرح شد که مدیران در بعضی از مجلات و روزنامه‌هایی که در حال حاضر پروانه انتشار دارند به علت آلودگی به قمار یا عدم کاردانی در مدیریت دائما برای اخذ کمک مالی و گاه باجگیری برای دولت تولید مشکل می کنند. نشریات آنها غیر منظم انتشار یافته و یا اصولا منتشر نمی شوند. در یک فضای باز برخی از اینها اولین افرادی خواهند بود که از موقعیت سوء استفاده خواهند کرد. قرار شد بعضی این مجلات و روزنامه‌ها مورد رسیدگی واقع و آنهایی که مزاحم تشخیص داده می شوند برچیده شوند. در لیستی که با همکاری وزارت اطلاعات و ساواک تهیه شد، متجاوز از 30 مجله و روزنامه مشمول این شرایط قرار گرفتند که از جمله آنها 3 مجله معروف بودند که زمانی مورد علاقه مردم بودند، ولی چون مدیران آنها بدون استثنا آلوده به قمار شده و مبالغ کلانی باخته و مجلات آنها دیگر مورد توجه مردم نبود، دائما از دولت تقاضای کمک داشتند. این مجلات عبارت بودند از مجله تهران مصور به مدیریت مهندس عبدالله والا، مجله امید ایران به مدیریت صفیپور، مجله سپید و سیاه به مدیریت علی بهزادی که همگی وابسته به رژیم بوده و والا و صفیپور سالها نماینده مجلس بودند. نام مجله فردوسی به مدیریت جهان بانویی که اونیز قمارباز و سابقه چپی داشت و سعی می کرد مورد توجه چپگرایان باشد ابتدا در لیست نبود، ولی مهندس والا هنگامی که مطلع شد مجله تهران مصور مشمول تصویه قرار خواهد گرفت، نامه‌ای به شاه نوشت و خدمات خود و مجله تهران مصور را یادآور و افسود: مجله فردوسی که مدیر آن دارای چنان سوابقی است از تصویه معصوم مانده، ولی تهران مصور تعطیل می شود که دستور رسید مجله فردوسی نیز در لیست قرار بگیرد. مجله خواندنی ها که امیرانی مدیر آن نیز قمارباز قهاری بود و مخالف سرسخت هویدا، چون پرتیراج و دارای طرفدار بود مورد تصفیه قرار نگرفت. همچنین مجله انتقادی نگین به مدیریت عنایت از تصفیه مسئول ماند. قرار شد برای تعطیل کردن این نشریات دولت مبلغ 15 میلیون تومان در اختیار بگذارد تا بین مدیران و کارکنان نشریاتی که تعطیل می شوند توزیع شود. برای مدیران مجلات تهران مصور، امید تهران، سپید و سیاه هر کدام 500 هزار تومان منظور شد که مهندس والا آن را نپذیرفت، ولی دو نفر دیگر دریافت کردند. فرد دیگری که پول را نپذیرفت رحیم زهتاب فرد، نماینده مجلس و مدیر روزنامه اراده آذربایجان بود که روزنامه او چون مدتی بود منتشر نمی‌شد در لیست قرار گرفته بود. پول مذکور بین کارکنان نشریات توزیع و چون عده‌ای از کارکنان چاپخانه‌هایی که این نشریات را به چاپ می‌رساندند نیز بیکار می‌شدند، حدود 8 میلیون تومان نیز برای پرداخت به آنها از دولت اخذ و تقسیم شد. مأموریت کمیسیون دفتر مخصوص در اسفند سال 1353 با تشکیل حزب رستاخیز پایان یافت و گفته شد این گونه مسائل باید در حزب مورد بررسی قرار گیرد. بعد از انقلاب بعضی از مدیران جراید تصفیه شده مدعی شده بودند چون خط مشی آنها در جهت سیاست دولت در رژیم نبود تعطیل شدند، که این ادعا به هیچ وجه صحیح نیست. روزنامه فرمان به مدیریت عباس شاهنده که از جمله روزنامه‌های تعطیل شده بود، روزنامه‌ای بود که جز تحسین و تعریف از کارهای دولت و رژیم مطلبی نمی‌نوشت، ولی چون دائما از دولت تقاضای کمک داشت و روزنامه او خریداری نداشت در لیست قرار گرفت. خب دوستان عزیز، در اینجا به پایان بخش 14 از کتاب در دامگه حادثه برگرفته شده از گفتگوی عرفان قانعی‌فرد با
جناب پرویز ثابتی رسیدیم. بهترین ها رو برای یکایک که شما همیانان عزیزم آرزو میکنم. پاینده ایران و ایرانی برافراشته با پرچم سرنگ شیر خورشید نشان، تا جان در تن من است، تا خون در رگ من است، تا ابد جابیچا تنها کلام من است و خاک ایران تنها سرای من است. تا راه شبی دیگر، بدرود.